در مسیحیت این اتفاق این فلسفه مسیحیت همینجور ادامه پیدا کرد تا اینکه رسیدیم به دوران نوزایی دوران رنسانس به قرون وسطا یعنی قرن 13 توی قرن 13 ما اولین شکوفایی های بزرگ در اندیشه رو توی تمدن اروپا می میبینیم بعد از فروپاشی امپراتوری روم امپراتوری روم فروپاشی میکنه اونجا و بعد در واقع مبادلات فرهنگی مسیحیان و مسلمانان شروع میشه فرهنگ شروع میکنه به رفت و آمد توی اینا با فروپاشی امپراتوری رو روابط بیشتر میشه امپراتوری میپاشه و دیگه روابط بهتر میشه خب در نشه چه اتفاقی میفته ایاتم جو گفتیم فلسفه ارسطو تو جهان اسلام نگه داشته شد دیگه از اروپا در قرون وسطا که شروع شد افلاتون و فلسفه نو رو نگه داشتن چون با مسیحیت بهتر در واقع عجین میشد عرسو دیگه محف شد ولی تو قسمت های مسلمان و کشورهای های مسلمان عرسو نگهداری شد فلسفهش خانده میشد بعد از اینکه این اتفاق افتاد در قرون وسطا در واقع رنسانس که شروع شد بعد از قرون وسطا این اتفاقی که افتاد این بود که فلسفه ارسطو از جهان اسلام برگشت اروپا. خب حالا بدبختی شروع شد. اینا گرفتاری شد پیداش که با اینم تطبیقش میدادن با مسیحیت. یه چیز جدیدم بعد یه جوری اینم آب می‌بسن توش یه جوری درستش می‌کردن دیگه و اینا اوضاع خراب می‌شد پس اینجا یه دفعه تو رنسانس ادبیات یه دفعه رمانتیک شروع شد مثلا فرض کنید افسانه هایی مثل آرتور شاه و ادبیات های مختلف و آثار ادبی عجیب غریب مثلا آثار ادبی نیبلونگی این منظومه هماسی کوهن آلمانی اما اقسام چیزا مثلا ادبیات روش کرد کلیساهای عظیم تو فرانسه شروع شد به ساخته شدن کلیساهای گوتیک مثلا بهش میگن کلیساهای عظیم گوتیک اونجا شروع شد و توی انگلستان یعنی در ادبیات یک عالم دستاورت های ادبی کتاب های جدید منظومه های جدید آشغانه ها شعر های جدید شروع کرد به ایجاد شدن از این طرف توی کلیسا سازی تو معماری از معماری گوتیک تو فرانسه شروع شد خب سبک گوتیک اواخر در واقع دوران قرون وسطا ایجاد شد دیگه یه سبک جدیدی بود که تو همون اواخر یعنی قرن 13 اونجا اواخر قرن 13 میجاد ایجاد شد و و توجه و برجستگیش چی بود؟ های گفتین؟ عرصو اومد دیگه. پس برجستگیش توجه فضاینده به طبیعتگرایی بود عرصه تو طبیعتگرا بود دیگه یه دیگه در برابر مثلا خردگرایی افلاتون وقتی که اندیشه ارسطو اومد اونجا دوباره برگشت یه فهم اینا از در اومد در شما آثار نقاشی گوتیک رو که می‌بینید اما گل و بلبل بل و بوتو اینا همش از توش شما می‌بینید مثلا یه موقع یه شوالیه‌ای کشیده که از غم مشوق مثلا در عذابه در جنگه ولی مثلا چهار تا هم کنارش هستی طبیعت هم بالاخره اونجا کشیده شده توی ماجر اتفاقات عجیبی افتاد اون موقع توی همین عصر چیز مثلا فرض کنید دانشگاه آکسفورد و کمبریج ساخته شد توی همین اواخر قرن سیزده توی همین آغاز رنسانس دانشگاه کمبریج ساخته شد دانشگاه آکسفورد ساخته شد مهمترش مثلا خیلی از م... نظر سیاسی مشروطه امضا شد. حکومت مشروطه سال 1215 در واقع پادشاه انگلیس اومد امضا کرد و بالاخره مجلس عوام ایجاد شد و حکومت مشروطه ای بر اساس قانون اساسی خانون شکل گرفت. و اینها همه دستاورت های بزرگی بود دیگه. یعنی رنسانس تا شروع می شود. خب اولین کسانی که از اولین اساتیتی که توی دانشگاه آکسفورد شروع کردن به چیز کردن ارسان خدمتون که تدریس کردن کسانی بودن که فردی بود بنامه راجر بیکن این آقا یکی از اولین اساتیت و هایی بود که اون موقع در دانشگاه آکسفورد شروع کرد به درس دادن 1220 تا 1292 تقریبا زندگی میکرد و علت این بیکن خیلی آدم معروفی میشه در تاریخ فلسفه و علم به واسطه اینکه یک ادراک عجیبی از امکاناتی که آینده علم میتونه ارائه بده بیان میکنه تا حالا ببینید علم و فلسفه قاطی اصلا چیزی جدا از هم نیستن یواش یواش جدا میشه علم از فلسفه یعنی انگار که فلسفه زایمان میکنه بچهش به دنیا میاد علم رو میاد تولید میکنه و یواش یواش حالا میبینیم که چه اتفاقاتی در اینجا میاد خب این آقای بیکن اعتقاد داشت که ما باید یک علم واحد و متمرکزی رو ایجاد بکنیم که بر پایه ریاضیات باشه و استدلال تجریدی و مشاهده و تجربه هم داشته باشیم تا بتونیم دنیا رو کشف خود بیکن هم مثلا در نورشناسی یه سری تحقیقات خیلی اهمی... انجام داد و خیلی کارهای برجسته هم کرد خب یواش یواش میبینید که این شکوه ریاضیات دوباره داره ایجاد میشه اون تصورات فیساغورسی دوباره داره روش میگیره که ما ریاضیات و علم اینجوری رو باید افزایش بدیم اما توی این قرن سیزده یک فیلسوف بزرگ دیگه ایجاد شد که بعد از 800 سال در واقع از حضور آگوستین که گفتیم آگوستین اصلا وامدار مسیحیت بشه یعنی آگوستین بیشتر از مسیح در مسیحیت کار کرد اگر مسیح نبود هم حضور آگوستین کافی بود که باز مسیحی داشته باشیم ولی اگه آگوستین نبود احتمالا ما دیگه مسیحی نداشتیم چون نمیتونست تبینش کنه دیگه نمیتونست با دنیای گام ات... به گام با تفکر روز پیش بره دیگه ابه میرفت دیگه شما تصور نکن که مثلا به جز مسیح کسای دیگه نبودن که ادعای پیغمبری کنند دو 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 کلی آدم همه الان هنوز ما زنده هستیم همین دو سال پیش چهار نفر اطلاعات ایران گرفته بوده ادعای پیغمبری کردن هست تا گوشه کنار دنیا هنوز دارن میکنه چه عاملی باعث میشد که اونا از بین برن چون نمیتونستن با تفکر و اون در واقع سوالات بشر رو نمیتونستن پاسخ بدن یه دینی که شما تصور کنید سوالات نتونه پاسخ بده فقط در سر بر درست کنه خاطر خب از بین میرفت دیگه خب چه آگوستین یک فیلسوف خیلی بزرگی توی مسیحیت اما بعدش بعد از 800 سال کسی دیگه ای ایجاد میشه میاد که اینم بزرگ یک دستاورد خیلی بزرگی رو ایجاد میکنه به نام کی جناب آقای توماس آکویناس که توماس آکویناس این 1225 و... تا 1274 زندگی میکرد و یک جایگاه بسیار بالایی در نزد کاتولیکا داشت یعنی اصلا پاپلو 13 هم اعلام کرده بود که فلسفه این آدم نمونه اندیشه کاتولیکه اصلا گفتون فلسفه این خود خود اندیشه همینه همین خود مسیحه اندیشه این اندیشه مسیحه در این حد در واقع این آدم بزرگ بود که بعد از جناب آقای آگوستین خب برجسته ترین آدمی بود که در فلسفه مسیحیت ایجاد میشه 100 سال بعد از خود آگوستین تا 100 سال بعدش اصلا هیچ متفکری جرئت نمیکرد در موردش نقد بنویسه انقد این بزرگ بود یعنی شما تصور کنید که مثلا فرض به عنوان مثال زمان مثلا نیوتن زندگی کنی خواهر در نیوتن هم میبینید چند چندین سال طول کشید تا فیزیک بتونه مثلا حرف جدیدی در برابر اون نظمی که مثلا نیوتن تولید کرده ایجاد کنه کوانتومی بیاد مثلا یه حرف جدید بزنه آکویناس هم هوش حکمی داشت یعنی اصلا تا صد سال کسی جرئت نمیکرد اصلا در موردش حرف بزنه هم به خاطر اینکه کلیسا شدیداً تنبیه می‌کرد کسی که بیاد این کارو بکنه حالا چرا کلیسا کلیسا هم دیوانه نبود که این کارو بکنه برای چی این کارو می‌کرد؟ چون اندیشه‌اشو نمیشد رد اندیشه‌اشو خیلی قشنگ در واقع اون آکویناس اندیشه‌ای رو ایجاد کرده بود که قابل دفاع بود میشد قشنگ بس تو سرش و فیلسوف رسمی کلیسای کاتولیک بود دیگه اینجا بالاخره تا اینکه دومین شورای بزرگ واتیکان این سال رو دقت کنید آکویناس گفتیم در 1200 اون موقع بود 1225 تا 1964 دومین شورای بزرگ کات... این... کاتولیکا تو واتیکان برگزار میشه اونجا تازه اینو تعدیل میکنن که آقا اجازه میشه از آکویناس هم حالا ایراد گرفت میشه بهش نقدم نوش، 1900 یعنی هم شما زنده بودین 1962 عصریه که شما زنده بودین دیگه عصر جدیده دیگه اینقدر قدیمی نیست یعنی همین تقریبا 60 70 سال 80 سال پیش یعنی تا اون موقع کسی اصلا اجازه نداشت که به این آدم حرف بزن تو اینکه واتی و... و... این خیلی مسئله مهم ها واتیکان جلسه ای در شورای بزرگ میذاره که آقا میشه به این نقد کرد یعنی چی یعنی اگه واتیکانی هم چیکاری نمیکرد بازم جرئت نمیکردن این مسئله یعنی اون قبهش میدونی اینقدر بزرگ بود که حتی در عصر قرن 19 و 20 و بعد جنگ جهانی شده فروید اومده انیشتین اومده این اومده اون اومده بشر به ماه رفته تو کره ما رفته قدم برداشه باز تفکر عمومی این بود که نمیشه با تفکر آکویناس در افتاد یعنی اگر شما باز یک کشی ایرادش بود؟ ایرادش این بود که اگر یک اندیشمندی یه آدمی میومد یه مقالهی مینوه شما به عنوان یک کشیشی که مثلا در یه دعاتی توی اسپانیا داری موعظه میکنی وقتی این اندیشمند مبنای علمی یا حرف فلسفی رو زده که متناسب با گفته آکویناسی تو مجبوری تکویرش کن... ت... کنی دیگه مجبوری اونجا به که کشیش بیای تکفیرش کنی مجبوری بیای در کلیسا به خاطر همین اومد اصلا این شورای گذاشت که آقا نه این میشه نقدن بهش اینجوری نیست که حالا اینجوری هم خب حالا ببینید جناب جناب توماس آکویناس چه کرد که انقدر مهم شد بزرگترین دستاوردی که جناب آقای آکویناس ایجاد کرد این بود که تمامی منطق و فلسفی که در اون موقع وجود داشت رو اومد با عقاید مسیحیت سازگار کرد حتی عقاید یهودیان و مسیح... مسلمانان و فلان و اینا رو هم اومد به طوری با دنیای مسیحیت سازگارش کرد که قابل پاسخ دادن باشه خب ببینید قبل از این آدم همه دیدگاه های دنیای مسیحیت گفتیم بهتون دیدگاه های افلاتونی و نو افلاتونی بود دیگه یادتونه. قبلش اینجوری بود اما الان فلسفه ارسطو اومده بود پس دوره عالم مسیحیت نیازمند یک منجی داشت که بیاد این مسیحیت رو از چنگال عرستیون نجات بده وگرنه نقدش میشدن و مسیحیت اگر نقد میشود ایرادی بهش گرفته میشد خب یعنی عملا یعنی وحی منزل نیستی چون وحی منزل که نمیتونی ایرادی درش وجودش باشه و جناب آقای توماس آکیویناس موفق شد که فلسفه عرستویی رو با یک وسواس خیلی عجیبی تونست هماهنگ بکنه با گفته های مسیحیت یعنی همون کاری که اونا با افلاتون کردن اینو با ارسطو کرد یعنی انگار که در قرن دوازده و سیزده مسیح دوباره نجات پیدا کرد یادتون باشه که دنیا رو مسیح نجات داد مسیح رو آکویناس و آگوستین آگوستین و آکویناس مسیح رو نجات داد این اگه این دوتا نبودن این جناب آقای مسیح نجات پیدا نمیکرد از این بره در نمیرفت رفت له می زیر فلسفه یعنی تد... ایرادش ایراد بهش دیگه اوضاع خراب میشد اندیشه نمیتونست تونست کنه در اینجا آقویناس این کار رو کرد و اه... و مثلا چیزایی که میگفت میگفتش که آقا تا جایی که به فکر منطقی ما مربوط میشه این پرسش که آیا جهان آغازی داره یا پایانی داره یک پاسخ قل... قطعی داره نمیتونی یه پاسخ قطعی داشته باشه چون مغز ما شناخت ما میگفت نمیتونی اینو درک بکنه خارج از حیطه درک ماست اما من به عنوان یک فرد مسیحی میگفت ایمان دارم که این جهان آغاز داره آفریده خداوند یه روزا به پایان میرسه ولی با عقل قابل اثبات نیست و اصلا این دستگاه عقلانی که تو داری توان اثبات اینو نداره اون دیگه نداره دنبالش بگردی که اثبات تونه. خب آکینوس بر اندیشه ارسطو استدلال میکنه یعنی با توجه به اندیشه ارسطو استدلال میکنه که کل شناخت عقلانی ما از جهان با تجربه حسی به دست میاد چیزی که ارسطو میگفت دیگه یادتونه ارسطو گفت تجربه ما حسیه خب این منافات داشت با اندیشه مسیحیت که مسول و خدا و این جهان رو تصویری از یک آفریدگار گفتیم آگوستین این اینا میگفتن که این خدا در ذهنش خلق کرده فلان کرده دیگار. حالا که ارسطو ما یه دفعه برگشته بود به اونجا دردسر ایجاد شده بود آکوئیناس میاد میگه که آقا جان تمام تجربه ما طبق چیزی که ارسطو میگه یک تجربه حسیه بعدن ذهن ما دربارهش اندیشه میکنه یعنی اول تجربه ما همه حسیه بعد ذهن ما میاد در موردش اندیشه میکنه و میگه هیچ چیزی در آگاهی ما نیست که ابتدا حسش نکرده باشیم خیلی کار جالبی میکنه دیگه یعنی میگه هیچ چیزی اصلا در آگاهی شما نیست که حسش نکرده باشی یعنی اون منطقه ارسطویی رو میاد مچ میکنه با اون ماجرای مسول و افلاطون یه پیوندی اینجا درست میکنه و میگه که خیلی خوب شما در آگاهیتون اگر خدا هست قبلا حسش کردی قیزمان. این داستان هایی که نمیدونم خدا برگزید کسی رو لمسش کرد تاچش کرد فلان کرد مثلا اینا از جنوب آقای اینا از ایشون میاد که آقا شما در همه همه دارید دیگه میگن نظر کرده است یا مثلا در همه مناز شما میبینید در همه این مذایب که میگن که آقا ما قبلا در پرتو روح مثلا قدسی زندگی میکردیم خب میگه آره شما همین آگاهی مگه این آگاهی که شما دارید حتما قبلش حسی وجود داشته پس شما حتما خدا رو قبلا حس کردید یه کودکی که متوسل میشه چه متولد میشه ذهنش مثل لوح سفیده اینو چقدر شنیدین از کلی معلم دینیاتون این برنوار شنیدین دیگه این حرف آقای آکویناس آکویناسی یه میگه یک کودکی که به دنیا میاد ذهنش کاملا سفیده هیچ هیچی توش نیست هیچی براش نوشته نشده و یه اصطلاح لاتینو به کار میبره به نام تابولا راسا اصلا تو فلسفه معروفه میان یعنی این تابولا راسا یعنی لوح نانوشته یادتون باشه که یه عده این رو ربط میدم به جناب آقای جان لاک یه فیلسوفی هست میگن یعنی جان لاک اینو گفته در حالی که نه جان لاک اینو نه جان لاک بعدن این سخنی که این در واقع چیزی رو که آکیوناس میاد میگه رو بیشتر بهش میپردازه تبیینش میکنه ولی از اونجایی که خب جان لاک نسبت به این در زمان بعدتری زندگی میکرده و خب منسجمتر هم فلسفه رو ایجاد کرده بوده معروفتر شده و فکر میکنن این سخن اون گفته در حالی که نه اینو آکویناس میگه یعنی این لوح سفیدو که اصلا خیلی مثال خیلی معروفیه دیگه همه این آدما براتون میزنن که آقا بشر با لوح سفید اینجوری بدونه خب این حرفایی که آکویناس میزنه مقدمات نظریه شناختی رو ایجاد میکنه که قاطعانه بر اصل تجربه بنا شده که شما اعتمالا اینو مطابق با ایمان دینی نمیبینی دیگه میگه خواهی اینکه با ایمان دینی تطبیقی نداره که اگه بر اصل تجربه باشه یعنی اما آکایناس چجوری میاد اینو درست میکنه این ماجرا رو میاد میگه که دنیایی که سرچشمه شناخت ماست دنیایی که ما داریم میفهمیم کاملا از هر جنبه آفریده خداونده بنابراین شناختی که ما داریم کسب میکنیم با وحی دینی در تضاد نیست میگه این تجاربی که شما داری میگه عرصتو میگه شما داری میگه اصلا با وحی دینی در تضاد نیست این دنیا حالا چجوری میاد اینجا مسئله ذات و هستی رو میاد بیان میکنه خب کلا شما این مسئله ذات و هستی رو که بیاین ببینین یواشه اون برهان آنسلم قدیس رو هم میفهمید چرا ایراد داره میاد چی میگه؟ میگه یک تمایزی وجود داره بین هستی و ذات یعنی چی؟ این چیزی که آکویناس میگه بعدش اصلا یک جریان مهمی رو در فلسفه ایجاد میکنه میاد میگه ذات هر شی همون چیزی که اون شی هست و اصلا ارتباطی به مسئله وجود داشتن یا نداشتنش نداره هستی یعنی وجود دیگه یعنی میاد بین ذات و وجود تفاوت ایجاد میکنه میه. ذات هر شی همون چیزی که اون شی هست هیچ ارتباطی با وجود نداره حالا من براتون یه مثال بزنم که متوجه بشین چیه. مثلا فرض کنید که من به شما الان میام میگم که ازتون سوال میپرسم حالا از شما سوال میپرسم که تک چیه اسب تک شاخ چیه مثلا یه سوالی از میپرسم خب شما چی میگین شما میگین اسب تک شاخ یه اسبیه که خیلی خوشگله مثلا قشنگه جذاب فلان و بمدانه یه شاخ هم داره دیگه رو پیشونی این اصل تکشاخ خب حالا اگر من از شما بپرسم که آیا تکشاخ واقعا وجود داره شما چی میگید؟ خب شما میگید نه وجود نداره خب این در واقع در اینجا جواب اولی که شما دادید که تکشاخ چیست دارید به ذات میپردازید اما جواب دوم در ما درباره مسئله هستیه در رابطه با وجوده پس همونطور که میبینید وجود و ذات ارتباطی به هم نداره یعنی یک چیز میتونه یک ذات مشخصی داشته باشه اما وجود نداشته باشه خب در چه اگر شما الان من الان بیام مثلا در مورد با سگها در مورد شما توضیح بدم که سگ اینجوری اونجوری فلانه بمدانه من دارم ذاتش رو توضیح میدم وقتی من میام به مرحله وجود میرسم خود این ذات که من دارم توضیح میدم این ذات چیه نشاندنده وجودش نیست دوباره ما باید ببینیم آیا این چیزی که شما توضیح دادی وجودم داره یا یعنی نه وجود و ذات هستی و ذات دو تا چیز متفاوته خب این ببینید شما طبق توضیحی که من دارم میدم میتونی فقط بفهمی سگ چه خصوصیاتی داره درسته به وجودش که پیدا بری وجودی ماهیت دیگه ای بجز ذاته مثل سیمرغ مثل مثلا همین تکشاخ مثل این که پری دریایی شما باید میگه پری دریایی چیه؟ من میگم پری دریایی یک دختر خیلی خوشگلیه یه زن زیباییه که مثلا خیلی قشنگه شیکه فلان نصفش آدم نصفش ماهی. مثلا پولک داره فلانه ولی بله خب آدم از صحبت میکنه حرف میزنه تو آب من اینجا ذات رو توضیح دادم حالا اگر شما بخواید ببینی آیا واقعا پریه دریایی وجود داره یا نه دوباره مجبوری به ارزیابی بکنی که حالا این چیزی که تو توضیح دادی آیا وجود داره یا نه خب یه مسئله جداست اصلا یه چیز دیگه است در انچه ذات و وجود با هم متفاوته اینو حالا متوجه شدین که یه سری چیزها میتونه ذات ذاتش رو شما تصویر کنی ولی عملا وجود نداشته باشه میتونه ذاتش رو تصویر کنی وجود هم داشته وجود اصلا یه مایت مستقل از ذاته اینا دو تا چیز متفاوته خب پس از در اثبات وجود خدا از طرف آکویناس این برهان هستی شناختی آنسله و اینجا دچار ایراد میشه چرا چون توضیح یا اون تعریفی که آنسلم داره ارائه میده درباره ذات خداست یعنی میگه بزرگه فلان خوشگل قشنگ نیکو همه این صفتهای خوب اینا که همه ذاتشه شما در رابطه از, ز... از دلیل برای اثبات ذات نتیجه بر وجود گرفتی این بیمانی متوجه شین این مثالی که من براتون زدم میگه سارا خوشگله خب باشه سارا خوشگله چرا خوشگله چشاش آبی سیاه قرمز فلان همه مردم خاصگارشن همه دوست دارن با اون باشن خیلی جاغ همه اینا درست اینها زیبایی ذات سارا رو داره نشون میده اما آیا سارا واقعی نه سارا مثلا خواهر کوچیکه سیندرلا در کارتون فلان واقعی نیست که این ارتباطی نداره این به اون. وجود ارتباطی به ذات نداره پس انچه اونجا چه خطایی رو داره مرتکب میشه داره ماهیت وجود رو به مسابه ذات نشان میده وجود و ذات رو عین هم در واقع نشان میده در حالی که این دو تا پدیده متفاوتن من الان به جای خدا میتونم صدها چیز دیگه برای شما مثال بزنم شما میگی خدا بزرگ خوشگل فلان من من صدها چیز دیگه میتونم برای شما مثال بزنم که ذات داره ولی وجود نداره مثلا میتونم براتون از قول چراغ جادو صحبت بکنم از علایدی نرف بزنم که ذات داره میتونم یه عالم چیزای مختلف رو براتون توضیح بدم که ذات داره ولی وجود نه پس این چه چی میگه میگه آقا این چیزی که شما داریم میگی در ذات خداست همه حرفایی که شما در این برهان زدی در برهان آنسلم کیهان شناختی و اینا اینا همه در رابطه با ذات خداست برهان هستی شناختید در رابطه با ذات شده خداست پس ببینید گفتیم برهان چی گفتیم برهان هستی شناختی یعنی آنسلم هستی و ذات رو یک پدیده یکسان میدید حالا آکیوناس میاد چیکار میکنه اینا رو جدا میکنه میگه خطای این برهان اینه که دو چیز متضاد رو یکسان فرض کرده قبلش خب یکسان دیده میشده دیگه آکیوناس میاد اینو جدا میکنه آکیوناس میاد میگه نه این ایرادش اینجاست که ذات و وجود دو تا متفاوته خیلی پس در اه... خب اینکه بر چیز میشه اینکه باز وجود خدا رو انکار میکنه چرا چرا این از این حرفو میزنه مگه خودش مسیحی نبوده چرا اون ثابت چه میخونه وجود ثابت میکنه یعنی اونجوری ادامه میده ها. وجود رو ثابت اینا رو اول جدا بیه. یعنی اول میگه اینا اصلا متفاوتن اینا دو تا چیز جدا هن. یعنی در واقع میاد میگه که هر چقدر شما شهر و تعریفی از ذات هر قدرم که مفصل باشه بدی نمیتونی وجود داشتنش رو ثابت کنی من هر چقدر دقیق الان بیام میزان سانتی متر اسب شاختار رو بگم سمش چند سانتی قدش اجده ها رو مثلا بیام برای شما دقیق تفسیر خونم که آقا مثلا قلبش 25 کیلوگرمه مثلا خیلی دقیق بیام اینا رو بیام مثلا بازم دقیق بردی میشه که وجودش رو اثبات کردم من هی دارم ذاتش رو بست و گسترش میدم ذات رو دارم هی توضیح میدم خب پس چی میگه میاد میگه خیلی خب حالا خب ما تو اینجا گفتیم حالا سوالمون اینه که خب از وجود داشتن یعنی چی اپوزیسیون میگه وجود میگه اگه یه چیزی فقط ذات باشه وی اینجا میگه اگر یک چیزی فقط ذات باشه توانایی بلقوهی وجود داشتن رو داره اما وجودش هنوز بلفل نیست یعنی مثل اسب شاخدار که شما وقتی اومدی اینقدر قشنگ تشریحش کردی خب بله میتونه بلقوهی هم چیزی در دنیا ایجاد بشه دیگه میتونه وجود داشته بله باشه ولی خب به فعل نیست هم چیزی ما نداریم حالا اگر ما فرض کنیم که خدا این جهان رو بر اساس اون اراده و مشیت خودش آفریده خب فرض کنیم که خدا این جهان رو بر اساس اراده خودش آفریده بر اساس اون اندیشه خودش مشیت خودش آفریده پس یعنی چی یعنی چی یعنی ذات جهان باید مقدم بر وجودش باشد خب خب بعد وقتی این منگار داره شروع میشه بله خیر پس بی ما آکرینس تا اینجا ذات و این... از اول ذات و اینه که فهمیدیم که ذات و وجود دو تا متفاوته اینه که متوجه شدیم خب اینه فهمیدیم که ذات و وجود دو تا عامل متفاوته حالا آکرینس چی میگه آکرینس میگه خدا دنیا را فرده دیگه پس یعنی چی یعنی ذات جهان چیه مقدمه بر وجودشه چرا چون قبل از اینکه وجود داشته باشه اول اون تصورش کرده بعد ساختش دیگه من الان میگم تکشاخ فکر کردم دیگه مثلا سیندرلا من یه دختر جذاب یه پسر جذاب مثلا درست کردم با اینکه وجود نداره که درسته که وجود نداره من ذاتشو دارم تشریح میکنم همین که ذاتشو دارم تشریح میکنم یعنی وجودش بل قوه ولی به فعل نشده دیگه وجود نداره پس ذات مقدمه بر وجوده در اینجا درسته پس در الان چه میگه که اگه خدا این جهان رو طبق اراده خودش آفریده پس انچه ذات جهان مقدم بر وجودشه اما ذات خدا رو حالا تو اینجا این جهان رو پس فر میشه؟ چطور می‌تونه حالا میگه خب خدا پس چی ذات خدا نمیتونه مقدم بر وجودش باشه چون اگر ما ذات خدا رو مقدم بر وجودش بدانیم یعنی دو باز اعتقاد بدیم که یه خدای دیگه باز از اون خدا تر است پس نمیتونه و این ذات خدا نمیتونه بر وجودش مقدم باشه خب پس خدا باید چی باشه؟ هستی ناب باشه خب هستی ناب باشه یعنی در اینجا میده چیکار میکنه؟, میکنه پیوند میده اون تفکرار عرصو رو با افلاتون یه هستی نابه ایده نابه اون خداست خب متوجه شدین پس ببین دو تا کار میکنه یه کار بزرگش اینه که میاد اثبات میکنه که چرا خدا خالق نداره چون میگه ذات نمیتونه مقدمه وجود موجود نمیتونه مقدمه بر ذات باشه ذات خدا نمی وقتی میای میای میگیم که ذات خود و خدا رو نمیتونه مقدمه بر وجودش بدون این دلیل اینه که زاده نمیشه دلیل اینی که کسی نمیتونه خلقش بکنه دلیل این که پس اون وقت اگر نمیتونه زاده بشه چیه هستی ناب جریان هستی که وجود داره خودش خدا که اینجا شما در مسیحیت چی میبینی میاد چی میگن میگن خدا مثلا مهربانی دیگه خدا مثلا فلان خدا بمدان خدا اینه خدا اونه همه اینایی که میگن یه چیز جاری و سایی خب پس چی میاد این گونه میاد چه کار میکنه میاد یک پیوندی بین نظریات افلاتون و ارسطو ایجاد میکنه این پیوند نجات میده مسیحیت این پیوند مسیحیت نجات میده یعنی اون جایی که میرن توی تجربه گرایی با ارسطو استدلال میکنه حالا وقتی میرسن یعنی وقتی صحبت از هستی جهان میکنی ارسطویی داره فکر میکنه به محض اینکه میری تو خدا میره تو افلاتون پیوند میده این دو تا رو دیگه اما درست حسابی پیوند میده یعنی میاد ذات و وجود رو از هم جدا میکنه ذات رو مقدم بر وجود میبینه اثبات میکنه که دنیا خلق شده و بعد اثبات میکنه که خدا نمیتونه خالقی داشته باشه و بعد نهایتا خدا رو مساویه با اون مسل یا اون تفکر ناب یا اون حسی ناب میگیره پس چه متوجه که آکینوس چقدر گردن کلف بوده نجات میده مسیحیت رو دیگه. از تمام بزاعت فلسفی و موقع استفاده میکنه نجات شد پس در این مسئله که ذات مقدم بر هستیه واضحا مصول افلاتونه اما اون دیدگاه دیگه که نظریه متضاد رو در واقع بیان میکنه تقریبا انتباق با ارستو داره حالا از این آدم به بعد دیگه فلاسفه بعدی هی میان در رابطه با دیدگاه ذات و دیدگاه اینکه ذات مقدمه یا وجود مقدم بر هستی ای در اینجا تولید آثار میکنن و فکر میکنن و فلان میکنن بردارن. تا اینکه میرسیم به جناب آقای دانز اسکوتس